فیلم رفیق به کارگردانی ایرج قادری محصول سال 1354. رضا که به اقدس علاقه داره با ذبیح عهد می‌بندن که از کارهای خلاف دوری کنند. رضا برای حمایت از ذبیح با چند نفر درگیر میشه و به حبس میفته. اقدس از مشهد به تهران میاد و به دنبال رضا میگرده. اون به خونه توران خانوم پناه میبره و ذبیح با دیدن اقدس به اون دل میبنده. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. بعد میبرم به تهران تو خونه خودم. وای نگین. بعد خودم و خودی تو رو خدا بس دیگه. یه روزا کار میکنم و شبا میدونم پیش تو تک و تنها تو یه اتاق من و تو تا صبح تو شکمت یواش یواش میاد بالا حامله میشی. نه ماه بعد یه پسر کاکلزری تحویلم میدی. بعد دوباره از نو من و تو تنها توی اتاق تا صبح. نه ماه بعد یه کاکلزری دیگه. بعد دوباره از نو من و تو توی اتاق تا صبح. یه کاکلزری دیگه. تو خدا بس دیگه. بعد پسرمون میکرد دوازده تا از دم توپونه بگیر بیا تا سرکشمه برس به سرای امین حضور برو تو خیابون ری برس ریدون شا همه شا قروب میکنن. خدایا از من نگیرش. فیلم مروارید محصول سال 1352 به کارگردانی اسماعیل پورسعیده. توی فیلم صالح بعد از مرگ پدرش تأمین معاش خاله و مادرش رو بر عهده داره. صالح و دوستش عدنان به مروارید علاقه پیدا میکنن و عدنان که نمک پرورده صالحه از علاقه خودش میگذره تا صالح با مروارید ازدواج کنه. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. شما سیا خودم سلامت سلام قور برو بالا بیا قورم دست میدونی ساره جان امشب میخوام یه خبر خوشحال کننده ای بهت بدم. آه اتفاقا دست بر قضا منم میخوام امشب یه خبر خوشی بهت بدم. خوش خبر باشی اما اول من حرف میزنم بعد تو. ده نشد اول من بعد تو. زرنگی اول این جانه دوم اون جانه. آخه بزرگتری گفتن کوچیکتری گفتن. نفهمیدم یعنی تو همون بزرگتری؟ آره من 6 ماه از تو بزرگترم. 6 ماه که چشه گابه دوم از اون. من شب یلدا به دنیا آمدم از تو بزرگترم. من با سوال حرف بزن. خیلی خوب پس فقط تو حرف بزن من هیچی نمیکنم. دلخور شدی ساره جان. یا ماشت بکنم بلکن نوکرتم داشتم باز شوخی میکردم تمام بندر میدونن که من نوکرتم. من تو این دنیا جز تو کسی رو ندارم ساره جون. اگه قرار باشه تو هم از من دلخور بشی یا دیگه این زندگی به چه درد من میخوره بگو ببینم چی میخواستی بگی. حرف بزن جون من حرف بزن تو بگو ده تو بگو جون من بگو حتی خواستن ندارم بگو ده. خیلی خوب حالا که اصرار میکنی میگم. راستش من مدتیه که عاشق شدم. بگو جونتو. جونتو واقعا که خبر خوشحال کننده بود. خب بگو ببینم عاشق کی شدی. حالا لازمه که بگم عاشق کی شدم؟ ده آره نوکرتم چون من باید برم خواستگاری. من باید دست عروسه بذارم تو دست جناب عالی. اگه به من نگی پس میخوای به کی بگی. فیلم معشوقه با بازی بهمن مفید و کتایون محصول سال 1352. مرتضی پاچناری همسری به اسم مریم داره که نازاست. جمال برادرزاده مرتضی در فکر تصاحب ثروت اونه و برای رسیدن به این مقصود دختری به اسم هما رو سر راه مرتضی قرار میده. بخش هایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. تو زنگ گرفتی و شوهر کردی؟ راستی این دروغا چیه پشتر هم قطار کردی؟ شوهرم مرده میخوام کار کنم قابلم حاملم هزار جور کلکه دیگه. اما یه قسمت از حرفان درسته من حامله شدم. چی؟
چی گفتی؟ آره من از تو حامله شدم، بیشترم برای این اومدم اینجا که این خبر رو بهت بدم. تو میدونی چی داره میگی؟ مطمئنی؟ خب معلومه، امروز دکتر بهم گفت. یعنی من بچه دار میشم؟ الهی قربونت برم هما جون، از صدق بچه هم برم جون. هما جون. گوش کن مرتضی، یه موضوعی هست که تو هم باید بدونی. زنت میخواد این بچه‌ای که تو شکم منه ازم بگیره و به اسم خودش به تو جا بزنه. منظورتو نمیفهمم، به اسم خودش جا بزنه یعنی چی؟ یعنی این که میخواد وانمود کنه که حامله است، بچه منو اون به دنیا آورده. آخه چطوری؟ راست و ریستشو جور کرده. اول قراره به تو بگه که حامله است، بعدم منو ببره شیراز، وقتی زاییدم بچه رو ازم بگیره. پس خبر خوبی که میخواست به هم بده همین. ولی تو نباید به روش بیاری، فهمیدی؟ خب معلومه، من اصلا چی کار دارم به این کارا؟ من بچه میخوام، عمده این که مال خودمه، یا از این باغ یا از اون باغ فرقی نداره. اما ببینم. مکافات فیلم به کارگردانی کامران قدکچیان و بازی هنرمندانی مثل منوچهر وثوق، بهمن مفید و مهدی فخیمزاده است که تو سال 1352 ساخته شده. مرتضی از طلا خواستگاری میکنه، غافل از این که برادرش مجتبی هم عاشق طلا شده. مجتبی و مرتضی با صابر و برادرش اکبر جوشی درگیر میشن و بعد از زخمی شدن صابر، مجتبی خودشو به عنوان زارب معرفی میکنه و دستگیر میشه. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. آدم نمیگه آقا داداش. الله اکبر. ببینم نکنه اونی که میخواد پیدا نکرده. ده من پیدا کردم، خوبه، خوشگله، خونواده داره، بهتر از اون دیگه تو این شهر پیدا نمیشه. خب چی میگی؟ دختر خوشگل و آدم حسابی هم که واسط پیدا کرده، دیگه چرا معطلی؟ به تو وارد نیستی، من اصلا زن نمیخوام. اتفاقا تو اینجور چیزا من خوب واردم داشت. اقلا تو بهش بگو، حرف منه که گوش نمیده. سب کنن نوکرتم، خودم الان تحتوشو در میارم. ای ببینم کسی رو زیر سر داری؟ نه بابا، من که تو این خطا کار نمیکنم. خب پس دیگه چرا معطلی؟ گوش کن داشت، من نمیتونم همینطوری فرمایشی مرد خاطر مادرمو زن بگیرم. صحبت یه شب دو شب که نید، صحبت یه عمر زندگیه. من باز از دختر خوشم بیاد، از خانوادش خوشم بیاد، ببینم تو خط ما کار میکنه یا نه. من که نمیتونم با هر کسی ناجز دستم تو یه سفره ببرم. خب اول ببینش، ببین چه شکلی هست، شارم ازش خوشت اومد. فقط دل باز بگه بله، وقتی که به طلاب و طلوب افتاد باقیش دیگه حرفه. برفرض دیدم، من که بگیرش نیستم که. ای بابا حالا ببینه، شاد ورق برگشت آس اومد تو دسته. آخه نمیخوام از حالا ننه رو دل خوشش بکنم. کاری به ننه ندارم، تو فقط یه جوری دختره رو ببینش، این که کاری نداره. بعدم اگه نخواستی با آنم داری. حالا کجا داری میری؟ کار دارم، باز برم یکی رو ببینم با اجازه. تو که اینجا آشنایی نداری که. یواش یواش آشنا میشم قربون تو. آچه زبه، ما 20 سال اینجاییم، کسی رو نمیشناسیم، این هنون نایمده آشنا میشه. فیلم سینمایی رفاقت به کارگردانی رضا صفایی محصول سال 1356. حبیب دوز سابقه داریه که مهارتش در باز کردن گاف صندوقه. اون که از دزدی دست کشیده به وسیله گروه کیوان تحت فشاره تا اونا رو توی یه سرقت بزرگ همراهی کنه. همکاری حبیب با پلیس موجب میشه که کیوان و همدستاش دستگیر شن. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. حبیب؟ حبیب؟ آره اون حبیبه. حبیب خفشا هر سگه خود فروش. نه معلومه چه غلطی میکنی؟ هر ستایی که بعد از اون همه صدمه زدم به این دختر حالا برگشتی ننگم بهش میچسبونی. اون سر تا پاش ننگه، تو هم که خودتو به اون چسبوندی همینطور. منظورتو نمیفهمم، چی میخوای بگی؟ خودتو به کوچه علی چپ بزن، همه چی برام روشن شده. تو از سر من سوء استفاده کردی،
تو اونو تو بغل اون پیرمرد انداختی که خودت به جاه و جلال برسی. خافه خون بشو بسات. فلای آری، اگه به خاطر این دختر نبود، اگه به خاطر این دختر که انقدر روزهای در به دری رو تحمل کرده تا تو به طرفش برگردی نبود، الان با همین دستام حلقوم تو از دهنت میکشیدم بیرون. در به دری؟ معنی در به دری رو فهمیدی؟ گوش کن پسر، تو در اشتباهی. تو فکر میکنی اینجا کجاست؟ زنت با اتومبیل صاحب این خونه تصادف کرده. برای اتومبیل تصادف کرده؟ با اتومبیل کی؟ با اتومبیل من. من باعث کوری اون شدم. کور؟ من ازش خواهش کردم که قبول کنه دختر من باشه. احمد آقام مثل یه برادر از اون نگهداری میکرد. احمد، من غلط کردم، غلط کردم. خوش اومدی حبیب. منو ببخش.